ترلی رد میشه بیرون، ولی اوکی. ماشین زباله. من چرا بیرون رو نگاه میکنم؟ ببین همیشه ترلی باید به میبینم. داخل نگاه کنی. خب بچه ها، خوش اومدین. یه قسمت دیگه برنامه سوالای شما، که من سوالایی که شما میپرسین از مهمونای برنامه میپرسم، گلچین میکنم، اونم خبر ندارن که چیه و چه سوالای قراره بپرسم. این قسمت مهمونمون سینا تهمه، کم پیدا تنی عضو پایدار، از زیر سنگ کشیدمش بیرون آوردمش توی برنامه. آره توی استوریم زده بودم چی برای اولین بار در تاریخ بشر. اولین بار برای تاریخ بشر. خب بریم ببینیم برنامه. چی شد رانی تیدین چی شد راضی شدی بیای تو برنامه بالاخره؟ من دیگه به شما نمیشه نگفت دیگه. داری کم کم میگم. یه دونه چی بود که من یادت نمیرفتم و تنها جایی که رفتم مجبورم کردن آخر سر همین برنامه مدرسه. نه بابا، برنامه خودت بود راجع به خدافظی کرده بودم. در آلبوم خدافظی اون که فراز گرفته بود خدافظی، آخرین بار همون موقع بود. نه الان در مجموع آخه کلا یه خود تصمیم گرفتم که بیشتر بیام و در تعامل باشم با مخاطب و آره میخواستم اینو بگم، اینا فهمیدم خیلی بیشتر داری اکتیو شدی تو اینستاگرام و اینا و پست میذاری از این صحبت ها. حالا اونو با پادکست هم باید میگیرم بیشتر صحبت میکنی و جزئیاتش. آماده ای واسه سوال های چی؟ یه چی شکر بریم حالا داریم دیگه، برو بریم بلویم ببین سوال اومد و میگی دیگه. نه واسه پادکست هم... چیز پادکست پایکست واسه پادکست یوتیوب بخواهیم اونجا بریم. اولین بار در اینجا چی؟ یکی بورزه کش پرسیده سوال، البته دارم میبینم. سوال اول میگه که آره کش دیجی که بود که دیگه نیست. What would be your Dothraki name؟ میگه اگه از اون Dothraki ها بودی تو Game of Thrones اسم خودتو چی میذاشتی؟ اسم چی بود؟ چی بود؟ کال یا خال میذاشتن؟ خال؟ آره خال قزیز. خالاریکی. خالاریکی هم خوبه. بعد این پرسته چرا دیس نمیده به بدخواها؟ ای بابا بدخواه، من آخه میدونی حقیقتا که واقعی خیلی شوخیش و اینا هم نکنیم که جدی هم نیست چیز بکنیم. میدونم، نه منظور اینه که اصلا خیلی هم چیز نکنیم که یه سه جواب ده بحبه. من کش لیوانم رو میابرم. خلاصه من خیلی آخه یه مدت زیادیه که تو این میادین به قول معروف نبودم. حالا خودت بهتر از هم میدونی، مخاطبام تا اون حدی که در جریان هم میدونن، ولی حالا شاید هم بیایم ببینیم. بستگی به بدخواش داره. آره اوکی خب خوبه. اینجا شنیدین اولا. بعد یکی پرسیده بود که آیا واقعا مهدیار آقاجانی آهنگسازی رو از تهم یاد گرفته؟ چه جالب اینو چیز میکنی. اتفاقا من حالا بر اساس اینکه بهت میگم تصمیم گرفتم بیشتر بیام تو تصویر و اینا، هفته پیش بود فکر کنم که رفتیم برنامه یک ساعت با زیر زمین و دقیقا اونجا هم قنبا از همین سوال پرسیدم و داشتم فهمی کنم کل اون قضیه رو باید توضیح بدم اونجا گفتم دو. ولی در مجموعش اینه که من گفتم اصلا به نظر من بی خیال این داستان رو باید بشیم و مهم نیست که کی به کی چی چه اتفاقی افتاده، مهم اینه که کی چه کاری انجام داده و تا کجا پیش رفته و در واقع چه کارنامه ای از خودش باقی گذاشته. که خب حالا در این حال اینم توضیح دادم که مهدیار توی در واقع همون زمینه کاری خودشون خیلی خوب داره عمل میکنه و اصلا مهم نیست این صحبت ها در نهایت. اوکی. حالا با توجه به اینکه اینم باز اونجا گفتم که ممکنه مثلا مخاطبا خب خیلی هاشون در جریان شاید باشن یا اینطوری پنداشت بکنن که ما با هم دیگه نظر ایدئولوژیک و کلا اصلا مسیری و اینا خیلی متفاوتیم، ولی دیگه منش و اخلاق حرفه‌ای رو هم باید آدم همیشه داشته باشه و خوب و بد رو با هم ببینه، درد و خند با هم.
که میریم با ترانزیشن میشه به سوال بعدی. نوشته وقتی درد و خند و نوشتی چه حسی داشتی و چه داستانی پشتشه؟ درد و خند خب چیز خیلی مجموعه ای از یه عالمه در واقع تجربه و تصویر و خاطره و احساس و همه این جریانایی که خیلی ها خب تجربه کردیم دیگه در طول اگه به تعدد بوده حتی خیلی ها روابطشون، و یه چکیده ای در واقع از کلیت اون هستین که بخوام مستقیم بخوام بگم یه چیز به خصوصی بوده نه، ولی برای چکیده جمع بری شده. بعدش این بعد اینجا نوشته که یه دوتایی داریم با هم آهنگ نمیدیم با هم، با آهنگ سازی استاد هم مثلا خیلی وقت جدی مثلا با کارهای تو اصلا آهنگ با هم ندادیم ما خیلی وقته، من و تو و با آهنگ سازی اولین آهنگ که دادیم اینجوری بود با آهنگ سازی، من فکر کنم اولین آهنگ بود، بعد بازم خوب دادیم نگه توی این سال، ولی با آهنگ سازی من فکر کنم نداریم فعلا، ولی خب کار که داریم دیگه مطمئنم، حالا بگیم یا نگیم یا البته اونورا من گفتم، ولی خب حالا یه سری کارا هست میگم. آره کار تو رایس یه چیز داریم میدیم. این هیپ رپ هم امروز یه دونه آهنگا رو گذاشته بود، حالا تا این بیاد دیگه در اومده نظر سنجی از اینکه رای میدی که کدوم آهنگ عرفان برعکس ریورس کرده بود، بعد من خودم فهمیدم آهنگ چیز بود، چی میگی بود، چی میگه ریورس کرده بود، کدوم قسمتشو، اما فکر کنم هوکش بود، چی میگه اینجوری بود. بعد زده ایرفون از اونم خیلی آهنگ بود. آره اونو خیلی دوست داشتم، یکی اون بود یکی هم اونم خونه خالی هم بود. بعد ولی میکس شد و قبول نداری تقصیر ایپلاس همین من... نه اون با چیز اونم پسر شلوغ بود بعد موقع بود من یادمه، یعنی خروجی اون بعضی از اون ترک ها اونجوری که باید در نیومد. آره آره همه چی پارتی بازی کرد و بیت های خودشو بهتر میکس کرد شوخی. ولی چیزم بود آهنگ خونه خالی هم من خیلی دوست داشتم، اونم با پوتک پادکست آهنگی که پشیمون نیستم ازش، پشیمونم خیلی دوستش دارم، پشیمونم اونجوری اومد بیرون حیف شد، بعد دوباره درستش کنیم. آره اونم هول هولی شو، اون ایدهش هم خیلی قدیمی از یه فکرم بیا آهنگسازی برای یکی از دوستامون سمپل کرده بود اون تیکشو که من خیلی مثلا دوست داشتم و خوشم اومده بود، دوباره از اول من شروع کردم، حالا با توجه به اون ایده‌ای که از اون داشتیم اون بیتر رو ساختن ایاد باشه خیلی سریع هم انجامش دادیم و اینا، و باحال شد راست میگی جا داشت خیلی، مثلا زمان بذاریم روش میکسش مشکل داشت مثلا توناش بودم فلان آره، مثلا میکسش وگرنه آهنگ همه چی من نبودم. آره اون موقع با چیز پویا کردیم تو استودیو ما بود ولی کم بوده امکانات داشتیم یعنی در اصل. آره من اومدم نگم دیگه گفتی ولی اوکی نه تقصیرونم نبود. آره پویا درست. بعد زده ارفان از خود یه سوال داشتم، تو رو خود اگه قرار بود با یکی از اعضای ملتفت فیت بدی و زد و دیس کنی با کیف؟ این سوال نمیدونم اصلا چطور خط کشیدم، سوال نمیخوام جواب بدم اشتباه باشه. بریم بگو تام میگه جان دان. بعد نظرت در مورد پول گرفتن برای استعدادیابی چیست؟ نظر من؟ آره دیگه آخه استعدادیابی یعنی چی؟ ببین مثلا یه وقتی هست که یه چیزیه که مشخصه صفر تا صدش، مثل این برنامه های مثلا تالنت شو و این داستانه که میگن خیلی هاش ورودی داره مثلا، یه اینجوریه در نهایت میدونین یه نکتهی که هست بذار بگم راحت کنم، عموماً محض رضای خدا قضیه، کسی پیگیر این داستانا نیست عزیزان من، و مگه که مگر این آره اینجاش فکرم میده صدات قطع و وصل شد، میخوای دوباره بگو مگر این که چی؟ یه داره چیز داری صدات واقعا داشته باید یه داره کش میان اوکی. آره اینجا مثلا الان فکر میکنی درسته؟ الان درست شد. آره الان خوبه؟ یک دو یک دو سه؟ آره برازم. آره داشتم میگفتم که مگه اینکه یک نفر در یک میلیون نفری باشین که واقعا انقدر استعداد داشته باشه و اینا که آدم بخواد اصلا چشم بسته، من خودم خیلی تا حالا این کار انجام دادم، تو میدونی که وقتی یه کسی کارش خوبه و میفهمی که داره یه چیزی که درونشه و درسته، اونو دیگه تو اصلا
اهمیت نمیدی به بحث مالی یا اصلا بیزنسی یا فلانش، فقط دوست داری که کارشو انجام بدی، چی میگم، مسیرشو براش هموار آره. بکنی که بتونه بره و برسه زودتر به اون چیزه. اون واسه من خیلی لذت بخشه، ولی باید اون طرف حتما داشته باشه همچین چیزی رو، اگر نه در نهایت هم بحث مثل کار، مثل کلاس گذاشتن، مثل این همه در واقع اساتیدی که حتی کلاس میذارن یا فلان، که خود تهش مثلا یا به شما یه سرتیفیکت چیه یه برگه میدن که آره. مدرکی میدن که معلوم باشه در واقع این کار رو انجام دادی دیگه. این هم مثل استعداد یابیه مثلا میشه در نهایت، شما میگی که آقا چی شده و یه خروجی. حالا خیلی طولانیش نکنیم ولی در مجموع فکرام جوابتو جواب آره نه نه گرفتی. آقا من اتفاقا پریشب به این فکر میکردم که فکر کنم پایدار ما تنها کسایی هستیم که واقعا استعدادو باش کار میکنیم و معرفی میکنیم. میدونی چی میگم؟ وای نمیسیم طرف یارو داره میترکونه بعد یهو الان بریم باش کار کنیم. من کسایی که باشون کار کردم آوردم از اولش تا مدت ها اصلا اکثرشون هیچ وقت برای من سودی نداشته، از نظر استراتژی برای که به نفع من بود اشتباه هم بوده، رفتم با کسی که هیچ اسمی نداره تازه کاره کار کردم فقط به اون یه ذره بالا پر بگیره اینا، ولی کسی دیگه کار نمیکنن. وقتی بالا پر گرفتن تازه آره عموما نمیکنن. البته نمیشه گفت اشتباه هست یا نیست به نظرم، ولی کلن کاری که تو میکنی رو آره من خیلی کم دیدم که انجام بدم. آره. از یه طرف هم خوبیش ولی این شاید باشه که خب بچه هایی که در واقع توی جریان ما موج نبودن دیگه که ما بخوایم سوارشیم، ما خودمون تبدیلش کردیم و کردی به موج خیلی. آره. ما فوت کردیم موج شدن بعد بقیه سوار شدن اینجوری رو دارم. علی دلیترش پره سر این چیزا. آره میدونم. نه آخه مردم هم چیزن، خودشون هم یادشون میره. خب یه جوری مثلا اول درگیرن که کمکشون کنی اینا، بعد تا یه چیزی میگیرن دیگه دنبال سود بعدی هن و اینا به کجا میرسن. داستان بگذاریم. فان ترین خاطره که با اعضای پایدار داشتی یادته؟ دبی بوده یا مالزی بوده نمیدونم یا ترکیه بوده. خیلی آره سخت دادم یهو بگی فلان اتفاق مثلا بزنی چیزی اتفاق. ببین بعدیش اینه که این سوال این مدلی رو مثلا اگه قبلش بگی آدم فکر میکنه واقعا بالترینشو میگه، و الان آره. مثلا فکر کنم یه چیزی رندوم بگم بعدش میگم اه کاش مثلا اینو گفته بودم. همیشه اتفاق میفته. خودت یاد میاد یه چیزی که یاد میگم شاید مثلا این کارو بعد بکنم بگیری. یه سری سوالا رو مثلا که اینجوری آره اونایی که واقعا فکر کردنیه و تو لحظه مثلا ایمپرش چی میگن ریاکشن طرفو نمیخوای، اون فکر کنم این کار خوبی باشه. حالا من اگه بخوام فکر کنم بذار حالا بریم پس جلو. آره بریم یادت اومد بگو بعد کات بزنیم. اومد تعریف باش باش دیگه آه. گفته چطور وارد پایدار شدی که اون بحثش شده است اون آره تو پادکست صحبت کردیم. اندکمو دیدی خاتم کاری بگم آه. که البته الان اسمشو یادم رفته بود خود پرسید از صبح دارم فکر میکنم اسم اینا چی بود. آتیش فقط شو اصفهان یا میگن پیرمردای اصفهانی خیلی حاضر جوابن. یا بچه‌ها میگفت تو بازار یه بار از یه پیرمرد پرسید من سیگار بکشم ولی میونه کلامت نه میتونی بکشی. آره یوتیوب مانیتایزیشن مون رو خراب نکنید داداش دو قرون میکنه فکر میکنی؟ نه عاشق میگم بکش اوکی یه خاطره تعریف کنم تا اینجا. نه ولی بچه‌ها میگم گفت تو بازار اصفهان داشت رد میشد یه پیرمرد از این مسکرا داشت کار میکرد و فلان اینا فندک نداشته میخواست یه سیگار بکشه گفته حاج آقا فندک دارین؟ نه حاج آقا آتیش دارین؟ گفته آتیش؟ میگه من اجده ها خیلی بد اخلاق و حاضر جواب اینا فکر کنم اولی خیلی سال پیش شنیده بودم. نمیدونم تو تعریف کردی یا خشی تعریف کرده بود نمیدونم یا اردشیر شاید یکی از این بچه اینو من رفقم اردی اردلان دلیل تعریف کرده بود واسه من شاید تعریف کنم شاید نه شاید هم خشی کازن خشی هم هست ممکنه. آه ممکنه. آره اردلان کدوم بود؟ توپولیه؟ آره توپولیه. آره. منظورم بد نیست یعنی با مزه و بچه خوبی بود. آره بعد یکی زده که این سوال اصلا جواب نمیدیم ولی جالبه مثلا گفتن از سوالایی که از تهمدارین رو بگیم من بپرسم. بعد زده آرش سلطانی هستم از اصفهان عرفان نظر راجب پارسالیب چیه؟ بچه درست سوال بپرسید راجب از کسی که باید پارسالیب که حالا میشتسیم رفیقه
ولی سوالا بسته هم باشه. خب بریم صفحه بعد. اگه میتونستی یه رپر رو با دستات خفه کنی اون کی بود؟ من؟ داری کسی رو؟ بغیر از جی جی دیگه. بذار چیز بگم، این دوستمون هست که اسمش چی بود؟ کوچی گنگ خونده بود، چی بود اسمش؟ کوچی گنگ؟ آه چیز؟ لیل پامپ؟ لیل پامپ، لیل پامپ لیل پامپ ها خواهی که پامپش رو میزهید. خیلی مرسدنی زده سوری به طور عجیبی با استعداد. صدای من میاد درست؟ اوکی. زده سوری به طور عجیبی با استعداد به نظر میاد، منتظر همکاری های بیشتر باشیم. آیا آیاش هم با عین؟ آره حتما. سوری هم عضو قبیله است و همین که فوق العاده مستعده، یعنی یه جوریه که هزار تا راه جلوی روشه، میدونی چی میگم؟ آره. و کارش سخته، باید انتخاب و بگرده بهترین راه رو پیدا کنه، که حالا من تمام تلاشم میکنم که در کنارش بتونم اینو در واقع بهش چید. سوری جز اون داستانه که داشتم توضیح میدادم. آره پکیجی کامل استعداد با... آره داشته باشی داستانه. آره. و آهنگم داریم اتفاقا الان. این آهنگ این فکر کنم کی میاد؟ این ویدیویی که داریم میگیریم این احتمالا فردا، پس فردا. خب پس قبل از کامینو چیمو در واقع میاد این آکه. اسم آهنگه خور سخته، داریم فکر میکنیم بذاریم تیم خدا یا همون، فکر کنم همونو بذاریم، حالا سعی میکنیم جاش کنیم. اون تو هم هست خلاصه سوری، یه تیکه یه پارت کوتاهی خونده حالت بریج سوری، بعد یه آهنگ هم خودش داره که آهنگشو من ساختم، توی ویدیو و کورس و ایناش هم احتمالا هستم، به اسم حریر. این اسم البته ما براش گذاشتیم حریر، اسم خدا آهنگش چیز اونیه که میگه که گردش چشم سیاه تو خوشم میاد. خوشم اگه شنیدی البته من توضیح میدم. آره افغانی آره. معروفه افغانه قشنگ. خیلی از ناس که خیلی آدم مختلف باز خونه کردن. چیو بگی؟ آهنگی که نوشته بودی رو برای اون پسر، چی بود اسمش؟ آره من واسه آرتیست افغانی یه آلبوم نوشتم یه بار، بعد یه آهنگ قشنگ حماسی وطنی نوشته بودم. وطن پرستان هر افغانی میشنید اینو به خدا عشق زیاد جمع میشد، ولی من نوشته بودم به ایرانی. آره واقعا خیلی خیلی خفن بود، بعد با چیزم یعنی نوشته بودم. خیلی بامزه بود که اینجوری بود و جدی بود، یعنی منم مثلا گوش دادم منم چیز شده بودم، ارق گرفته بودم. ارق ملی. آره چی میگن با لحجه دری هم نوشته بودم در عصد، چون دوست افغانم زیاد داشتم و وارد بودم. آره صحبت میکردیم و اینا دیگه وارد بودم. موقعی دوست دختر افغانیم بشتم. بگذاریم آینده رو چجوری میبینی؟ یکی پرسیده. روشن همیشه روشن. قضیه فیت با آرمین رابر چی بود؟ فیت با آرمین رابر؟ نبوده همچه. تو چیزم نشنیدی آهنگ همین کامینو رو؟ نه این اولش چیز میکنم، اول ورس هم. من ورس هم خیلی کوتاه تو آهنگ. حالا احتمالا امشب برات بفرستم دیگه چون ضبطش کردم. میگم که میگم رابر رابر را میگه بیارم گوششو برات. میگم یه سیلی تش داشم، دنبال بیف نیستم بکنم، دنبال بیف. اینجوریه داستانه شده. با آرمین حال میکنم رابر، هم مشتی و همین که این میتینگ هایی که میذاره بچهای خیابونی اینا خیلی حال میکنم، چون یاد قدیمای رپ فارسی میافتم، بچه تو پارک جمع میشن بتل میکنن اینا، من از دور میدیدم اون موقع هم. البته سوال بعدی اینه که با امیر علی ای تو باز فیت میدی یا نه؟ با ای تو ممکنه. آره چون بعد از اون داستان کلا خیلی رفیق شدیم و چند تا کارم حتی تا الان مثلا هم امیر برام فرستاده، هم که یه کاری بود که من میخواستم باشه توش. اون موقع حالا زمان اون اینا داستانا نمیخورد خیلی به هم، ولی تو آینده ممکنه. اوکی very nice. اگه موزیک آرتیست نمیشدی چه کاریه بجاش دنبال میکردی؟ چه جالب این هم پرسی بازم. حالا من که مصاحبه کم رفتم، سوالا واسم جالبه. فکر کنم که چیز میشدم،
نمیدونم، شاید آشپز یا مثلا جدی؟ مجسمه ساز. آشپز؟ تو من نمیدونستم. نه دیگه، یعنی در میدونم. حد تو نه. نه خب نمیدونستم دوست داری این اصلا. ایوه. من فکر کردم مثلا میگی رندوم اینجوری بدم نمیاد. اوکی. من فکر کردم مثلا میگی حالا فیلمی، کارگردانی، نمیدونم دیزاین لباس. فکر کردم بحث هنر نیست دیگه. آه هنر. یعنی میگی غذا درست کردن هنر نیست؟ چرا، هنر آشپزی اصلا اسمش دیگه. ولی خب آره، آسان‌تره من اسم. هنر هفتم آشپزی دیگه. بله. هنر هشتم. بهترین و بدترین خصوصیتی که داری؟ من بدترینش رو میگم. بهترینش. بدترینش چیه؟ چیزا بگو. آره بدترین. تو بگو اصلا با حالی. آره. بگو من بگم درستی. اوکی. تو میگی من میگم درستی، اول من بگم. نه تو بگو. ببین فکر میکنم شاید بدقولی سر وقت و اینا میتونه بدترینش باشه. سر قرار مرار اینا. بهترینشم اینا که چیزه، مثلا سر تصمیم گیر عجول نیستی، میدونی چی یعنی، آرومی، مثلا چیزی تکونت نمیده. خب واسه مشورت خیلی خوبه، مثلا صحبت میکنی اینا عشان منطقی فکر میکنی، احساسی برخورد نمیکنی، الو میری و فلان و با پنبه سر میبری. آره بهتر از این نمیتونستم بگم خودم. اونو البته حالا دلایلش قابل توضیح و بحث دیر کرد. حالا یکی پرسیده. نه آره واقعا این وارده بهم درست بود. بگو. به خاطر تعدد کارهایی که انجام میدم دیگه. بابا تو خودت هم اینجوری دیگه. حالا من چیز نکن. نه من حساس دارم. حالا چرا دفاعی میشی؟ ما میدونیم. من از شوخی میکنم. ما واقعا چون چند تا کار رو با هم انجام میدیم، این خودش خیلی تاثیر میذاره تو این که چقدر تمرکزمون تو کجا پخش باشه و بیشتر. آره بابا اصلا یه وقتی نمیشه بابا. دقیقاً وقتی کارا توی یه مسیر خیلی راحت داره، ولی مثلا نمیدونم برند لباس، کار ریل استیت، موزیک، بعد نمیدونم وبسایت فلان هست، بعد نمیدونم هی کارهای مختلف، آرت استودیو، نمیدونم شاگرد تالنت فلان، ساده بچه رو بذاری مدرسه، نمیدونم الکی. ولی یه دونه زده که اون آهنگ اگه توش میگی هندی نیست ولی چاشنی ها کاریان، کی میاد؟ آه اون اتفاقا فکر کنم امسال بدمش. امسال. جالب شد که گفت. آره قبل از یعنی عید دیگه، تا قبل عید تو این پروژه هایی که داریم اونو یه تصویر خیلی باحالم داریم براش درست میکنیم، اگه انجام بشه همه چی. آره میدمش. آه امسال یعنی توی این سال. اوکی فکر کنم تو 12 همین چند ماه آینده. آره بس میاد، منتظر بشین چاشنیش کاریه. بعد آره. یکی پرسید اینو مخصوصا دارم میپرسن سوال کسی که میپرسن اینا، میگه چرا فکر میکنه گوه خاصیه؟ سوال پرسن والا. آخه میدونی کلمش بده، اگه چیز بهتری گفته بود میخواستم بگم چرا فکر نکنه، ولی الان فکر میکنم اگه گو هم باشی میخوای خاص. نه حالا نه، ما همچی فکر خاصی عجیب غیبی هم نمی کنیم. حالا شما اینجوری برداشت که دیگه خاصی بیار نزدیک ببینیم. لابد اون فکر کرده که خاصی، حالا گوهش رو نمیخوام بگم ببینیم برداشت های خودشون. آره شما آره اصولا این سوال ها که میپرسن اون چیزی که انعکاس خودشونه سواله در زم. نه میدونم اصلا آخه واقعا این هست. حالا تو میگم میدونی این چیزا رو من توضیحی که میدم واسه مخاطباست، این که خب میفهمم به خاطر مثلا نوع چه میدونم لباس پوشیدنم، این که عینک آفتابی زیاد میزنم، یا مثلا یه رخ عقاب توی اون آهنگه که میگم و اینا، خب طبیعیه خیلی ها شاید نپذیرن برای اینکه پیش زمینش رو ندارن و نمیدونن مثلا چه خبره و اینا. ولی چیزی که میخواستم بگم اینه که در خیلی از مواردم میگم حالا شما بیا روبرو من بشین ببینیم که شما چقدر خواستی اونه. آره. آره من اینو میخوام بگم، اینو یه چیزی بهتون یاد بدم تو این قضیه بچه، به فرق بین غرور و اعتماد به نفس. اوکی؟ یه کسی از دور خودش میدونه چی میخواد، میدونه چه جوری میخواد لباس بپوشه، میدونه چی میخواد تو زندگی، اون اعتماد به نفسه. میدونی چی میگم؟ اون کسی که گوه خاصیه، کسی دیگر رو تحویل نگیره یا برخوردش با کسای دیگه بد باشه، جوری که با کسی دیگه رفتار میکنه یه جوری انگار اون بالاتر از بقیه است. میدونی چی میگم؟ اونه.
ولی خب بعضی وقتا از دور بچه‌ها به منم خیلی اینو شنیدم که میگم فکر کنم خیلی مغروری، خیلی مغروری فلان داستانا، در صورتی که از نزدیک میبینم اصلا شوک میشم، اگه اصلا مغرور نیستم ولی خودمو دوست دارم، به خودم اعتماد به نفس دارم، اینا فرق داره، به بقیه هم عشقو میدم، هم خودمو دوست دارم هم بقیه رو. اصلا ادعایی که میکنی قابل اثبات دیگه، این مهمترین چیزش. بیشتر از اون که ادعایی نمیکنه، ما هر چیزی ادعا کردیم من بیاین بهتون ثابت کن. آره دقیقا باریکلا. و این گفته از دیس های جیدال راضی هستی؟ از دیس های جیدال؟ جیدال علی که پدر ما رو در آورد، همینجور منتظره یه علی چیزی شمشیر. بشه این شمشیرش رو بکشه و... تو غلاف نمیره علی راستش. آره این اواخر مخصوصا علی خیلی موتورش روشن شده، یه جور برنده‌ای شده، خیلی خوب شده اینا. آره ابیه که واقعا بمب بود. یعنی حالا بازم میگم بچه‌ها شاید ندونن اینا، من که میدونی همه گیر میدم که آقا اینو نگو اون کلمه رو فلان و اینا دیگه، علی یه کاری کرده تازگی ها که نمیگم دیگه، میگم اوکی دیگه. آره دیگه یاسر الله شو دادیم و داری خوب داریم میریم. آره نه واقعا داره خوب میگه، آقا فکت هم میگه، میدونی چی میگم، یکی میاد دیس میکنه چیزایی مثلا چیدمان کلامی از نظر اصلا چیز داریم صحبت میکنیم دیگه، حالا کاری نداریم به کی چی گفته و چه جوری گفته و اینا، ولی فن در واقع انجام دادن این کارو خیلی خوب فرا گرفته و شمشیرش هم که تیز و منتظره. آره. این آخری هم خفهم بود چون واقعا هر چی که بهش گفته بودن رو فلیپ کرد و همون رو جواب داد، خیلی قوی تر و کوبنده تر واقعا. این اصلا همون قضیه است دیگه که پاش بیفته بخواد ثابت بشه، اون موقع معلوم میشه که کی چی کاره. اصلا همین دیگه. آره این چیه تتو گرفتی؟ اینو من ندیده بودم. این آره خیلی وقت شد ندیدم. تازه گرفتی؟ په پایدار دی. آره نه همون موقعی که بغلمو مونده رو گرفته بودم ندیده بودی. آره نه باحاله، باحاله به نظر بعد هم... آره دیگه. بعد ما میگم کدوم اصلا خودم دنبال دیس نیستیم، دنبال میدونی دلیم و آهنگای چیزایی که خودم حال میکنیم بدیم، ولی دیگه گوخوری که زیاد میشه آدم مجبور میشه گاهی وقتا کشیده میشه تو بازیایی که نمیخواد کشیده بشه دیگه. اینم قسمت آره داستان مردمم حال میکنم متاسفانه. سوال آخر خیلی کس و شعره، ولی یکی واسه خنده پرسم. سوالی بپرسه، سکس داشتی؟ بی خیال دیگه. یه سوال بهتر نداری دیگه؟ یه سوال چرا بازم هست؟ سوال بهتر یه سری بگفتم شاید زیاد نشدیم مثلا نپرسیدم. میگه گفتی از کی بدت میاد تو رپ فارسی؟ میگه هیچی. یکی فقط گفته آقا عرفان کمکم کن. حالا تو چه زمینه ای؟ نمیدونم چه پولیه بلانه بعد خدا کمک. آره یکی هم پرسیده بود عجیب ترین خاطره که تا حالا داشتی، که اینم فکر کنم شاید از ناس که باید فکر کنی نپرسیدم از آره خاطره ها رو چیز کردیم میخورده. حالا اگه یادم اومد اصلا ضبط میکنم تو همین در واقع ستاپ. آره حالا فکر کنم اون رو تو پادکستی گرفتی میتونی بگی. خب تا حالا شده میذاریم واسه پادکست که این سوال جالبه چون از منم میپرسن حالا مشابهش و مدل مختلفشو، گفتم بپرسی منم میتونم جواب بدم بعد تو مدل خودم. تا حالا شده حس کنی آهنگات حس و حال قدیمو نداره؟ نه حقیقتا نداریم. تو مخواستی بگی آره ولی نه راجب آهنگای تو من راجب آهنگ خودم اصلا معنی نداره. نه همون راجب آهنگای خودت هم میخواستی بگی آره، چون فکر نمیکنم اینجوری باشه. ببین ما داریم مسیرمونو سعودی پیش میریم. آره. و هر کاری که من خودم از دید خودم میسازم آخرین کارم همیشه بهترین کارم تا وقتی درست. که کار بعدی رو مثلا بسازم و بدم دید. همین خب اگه سوالش از نظر کیفیتی بوده که خب برای اصلا من جوابم مثل تو، ولی من گفتم شاید حس و حال که میگه خب آدم آدم مثلا من آدم 15 سال پیش که نیستم، دارم رشد میکنم، عوض میشم، خواسته هام، چیزی که آدمی که هستم میدونی میگم، برای همین از اون نظر خب آره معلومه فرق میکنه. اگه عوض نشه اون عجیبه، اونایی که عوض نمیشن باید ببینه خودن چرا دقیقا همینو میگم و کاملا موافقم. اصلا نکته اینه که آقا شما اصلا 15 سالت که بود لاتی بودی واسه خودت، همه رو هم میزدی، گوششون هم میبریدی،
چه میدونم با چوبم میرفتی بالا سرشون، ولی دیگه وقتی 30 سالت شد، وقتی 35 سالت شد، 40 سالت شد، حداقل بیا تبدیل شو به اون گندلات محله که احترام داره و مثلا حواسش هست و فلان و اینا، نه اینکه هنوز دیگه تو 30 سالگی بازم بگی گوشتو میبر. حالا من دارم مثلا مثلا یه حالا گنگستریشو میگم، ساده شو میگم. نه هستن بعضی که پیشرفتم کردن موزیکاشون تینیجری تر میشه، در سن نمیره والا اینجوری. اون بحث چیز دیگه، همون دکوم باز کردنه یه دونه، ولی گرافشو بکشین. آره سن میره والا. یه چیزی هم میخواستم بگم راجع به همین در نهایت، این که آهان ببین، خب در تو وجود مثلا میگه تو 15 سالگی یه مدلی بودی، خب اون هنوز ممکنه تو وجودت باشه، حتی که هر وقت بخوای بهش دسترسی داشته باشی و مثلا بکشیش از اون لاماها بیرون، ولی اینکه کلیت ماجرات هنوز همون باشه از چیزی که ما داریم میگیم دیگه. وگرنه خب آره ممکنه یه وقتی هم مثلا من خودم حال بکنم بیام مثلا آهنگ رپ مثلا مثل همون حالتهای قدیم که رپ میکردیم و این داستانا بدم بیرون کنم که دلم خواسته، اینکه جزی از وجودمه همیشه. آره ولی نکته که پس ما گفتیم بخواییم در واقع نتیجه گیری کنیم اینه که شما باید به نسبت سن و سال و تجربیاتت روز به روز پخته تر و بزرگتر بشی و اینو انعکاس بدی، نه اینکه در جا بزنی. دقیقاً این چیزی که حس حالی میگین، شاید اون بچه‌هایی که تو اون سنن با آهنگایی که ما تو اون سن دادیم رابطه برقرار کنن، ولی خب عجله نکنین، وقتی که سنتون اومد بالاتر باز میفهمین که آهنگایی که ما تو این سن دادیم هم از همون ارزش برخوردار بوده. دقیقاً مثلا واسه من خب یه آهنگ مثلا یه چی بینشه، خب آهنگو من خیلی دوست دارم، بعد مثلا ممکنه که اون لحظه ای که میاد بیرون خب آهنگ موندگاره، بحثش فرق داره، ولی میگم مثلا یه آهنگ مثل راک استار مثلا میدی یارو همه میخواد بیا گوش کنه، چرا؟ چون آره. مثلا به فلانی فوش داد، همه آهنگاتو مثل این بده. آره. آهنگ میشه مثل کریر بعضی از دوستامون. آره یکی میخواست من نمیدی دوباره تازه گرافه دوباره. ولی آره اون مثلا یارو میگه خط من دورو نمیدی، اون خط من هست دیگه، همونو گوش کن، چرا یه آهنگ دیگه مثل اون باید بدم مثلا؟ من خط من دو اصلا بازگشت خط من. آره تو راه من دو الان بعد نباشه، حالا ببینیم چی میشه کلا. حالا حال کردیم میکنیم نکردیم. ببین یه چیزایی که خیلی خفن و مستر پیس اصلا نباید، مثل فیلمایی که خیلی خفن نباید قسمت دوشو بسازی، یا مثلا یه سریالی که تمام میشه بعد 5 سال نباید انشو در دوره بسازی، اینا اصلا اینه یه چیزایی که اکسر رو تازه ساختن البته نمیدونم دیده بودی یا نه. من میدونم چه نگاه نمی‌کردم، میشه فقط دیدم تبلیغشو دیدم که دوباره ساختن و اینا. من هم لطفا اینگه بیارم ببینم. آره. ولی میخواستم بگم که آفرین، چه چیز درستی گفتی و دقیقا بهترین شاید چیزی که میشد گفت در این رابطه همینه که مثلا شما خیلی از فیلم ها رو ببین، یک و دو شو حالا ساختن خوب بوده، سومیشو ساختن یه ذره چیز شده دیگه، این فیلم هایی که تا 5 و 6 و 7 فستن فیوریس چی و روغن داستان در رو آره چیزه وین دیزل با عصا دیگه داره راه میره تو مثلا آخریه ماشینه، بخواد ماشینه رو بدازه کلیدش رو گم میکنه مثلا یه رفق کاله، ولی اینا فصل هم فیروسه بعدی مثلا ویلچر رو میدازه فکر کنم با اون دارم یخیو. ولی old and slow and furious slow and old slow and furious. ولی این یه دونه یادم رفت چیز مهمه میخواستم بپرسم در همین راستا. نه بابا میکروفونه ببینیم ضبط کرد درست راجبه وین دیزل بود یا راجبه وین دیزل میخواستم بپرسم. آه چیز رو میتریکس رو میخواستم بگم، میسازند و جدیدش داره میاد. آره نریده باشم اتفاقا امروز داشتم میگفتم، هم خیلی هم مهیج چی میگن مشتاقم که ببینم، مهیج برام همین که از اون قضیهش هم میترسم چی کار. آره آره چون میدونی اون موقع که ساختن اینش هم ببین. آره آره این اون موقع که ساختن ستا میچیس اولیه اینا دوتا برادر بودن، الان شدن دوتا خواهر، خیلی
این هم داستان جالبیه دیگه. خودت چیز هست نیو بود اسمش دیگه، کیانو ریفز. آره کیانو ریفز توش هستش. آره من تریلرش رو چند وقت پیش دیدم، دیگه نگاه نکردم که بیاد فیلم. ولی این داستان رو میدونستی؟ کارگردان ها که ساختن برادر بودن خواهر شدن. آه کارگردانش دوتا خواهرن گفتیم. آره وایکوفسکی فامیلشون ششتا بگم برادرز بودن، جفتشون سکسچنج گرفتن. خواهران کوهن جفتشون سکسچنج گرفتن، خواهر شدن. اوه خیلی خفن داستان، من داشتم میخونم. نه بابا آره من داشتم تو ویکی‌پدیا میخونم. البته خب خواهر مغزشون که هم بوده. نه مغزشون هم بوده، دو تا دختر گولی. آره آره کلا میگم جالبه، دو تا برادر جفتشون مثلا. آره بعد خوب اصلا نمیاد این که مثلا اونجوری بوده اسمشون چیز شده. نه من اونم صرفا واسه اینکه پیام رسانی داشته باشیم. آره میگم یکیشون شده کتایون، یک شدی الکی کسشه، ولی همین دیگه. آقا کامویز بوده شده. آره چنگیز بوده شده فرنگیز، به قول امین آقا فرزانه. داشتی دمت گرم زمین. آره همینجاست سوشال. حالا پادکست اینا میام حسابی حرف بزنیم دیگه. اوکی هستم. بچه ها سابسکرایب کنید، کامنت انگلیسی بذارید، اینجا که خودتون میدونید. دوستتون داریم، تا بعدی ها. چنل ما رو هم دنبال کنید، دگران ترایب. دگران ترایب. آره. گنگ بکنم و بگو به زودی راش میندازم با کیفیت. وبسایتمون هم دگران ترایب.com وای داری فیت همه چی. خدافظ. یه اشتباه میکنم بلد. حالا تو باش باش حالت داره. اوکی خدافظ.